ترتیب داده شده و امیدوارم که همه شما با اشتراک گذاشتن اشعاری که دارید، شعرهایی که دارید، ما رو به فیض برسونید. در ابتدا از دکتر آشوری به رسم پیشکسوتن ایشون و به هر حال بزرگتر همه ما هستن، خواهش میکنم که از آقای آشوری لطفا شما شروع کنید. به نام خدا. ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. من هم از این فرصت استفاده می کنم، فرصت رو مختنم می شمارم از اینکه همه دوستان عزیز گرده هم آمدیم، فارسی دانان و فارسی زبانان و فارسی دوستان که علاقمند هستند در این محفل ادبی حضور پیدا کردند. جای بسی خوشبختی است که با یکدیگر اشعار بزرگان را با همدیگر بخوانیم و بتوانیم از این فرصت اندکی که در پیش رو هست حد اکثر بهره برداری و لذت را داشته باشیم. همانطور که می دانید محفل ادبی محفلی است بسیار با شکوه و با معنویت، با عشق و علاقه و لطف و دوستی همراه است. این استش که من در گذشته ها هم خیلی اصرار داشتم و علاقمند بودم که همچنان این محفل ها برگزار شود، که اولین محفل رو شب شعری تحت عنوان شب شعری در خانه فرهنگ برگزار کردیم و متاسفانه دیگه توفیق یار نشد که بتوانیم اون رو ادامه بدهیم و با مشکل ویروس کرونا مواجه شدیم. اما اکنون این فرصت مهیا شده که از طریق آنلاین و فضای مجازی بتوانیم این اشعار خود را با یکدیگر شیر کنیم و به اشتراک بگذاریم و بتوانیم استفاده بکنیم. چون که می‌دانید محفل ادبی هم ایجاد انگیزه می‌کند در همه افراد و همین که موجب می‌شود که ما از اشعار بزرگان حد اکثر استفاده را ببریم و تا بتوانیم در ذهن خود به خاطر بسپاریم. اشعار مولانا، اشعار بیدل دهلوی، قالب دهلوی، حافظ، سعدی، فردوسی، این بزرگانی که اشعاری رو گفتن، این اشعار فقط برای کتاب‌ها و دیوان‌های ایشان نیست، بلکه آنها را ما باید استفاده بکنیم و از خواندن آنها لذت ببریم، چون عشق و لطف و محبت در هر یک از این اشعار نهفته است. وقتی شما این اشعار را می‌خوانید به وجد خواهید آمد. همین به وجد آمدن انسان با خواندن این اشعار خود بیانگر عظمت این اشعار، معنویت این اشعار خواهد بود که انسان را به اوج و کمال می‌رساند. این استش که من امیدوارم که همواره بتوانیم این محفل‌های ادبی را با حضور هرچه گسترده‌تر، بیشتر و با شکوه‌تر بتوانیم با فارسی دانان و فارسی دوستان و فارسی زبانان با همدیگر برگزار کنیم و این فرصت بسیار مغتنم است. و اکنون که به مناسبت 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران که تحت عنوان دهه فجر مینامیم، این فرصت مهیا گردید که بتوانیم برنامه‌های متعددی را در این ایام دهه فجر داشته باشیم و استفاده ببریم، که در حوزه‌های مختلف هست این برنامه‌ها که برای شما به اشتراک خواهند گذاشت و من علاقمند هستم که دوستان عزیز در همه این برنامه‌ها شرکت کنند و بتوانند از آن استفاده ببرند. وبینارهای متعدد و نمایشگاه و جشنواره فیلم،
وجود داره که نمایشگاه صنایع دستی نمایش، همه اینها آنلاین هم هست، به طور مجازی هم هست، دغدغه ایاب و ذهاب رفت آمد هم ندارد. امیدوارم که امشب بتوانیم با خواندن اشعار از این فرصت حد اکثر بهره برداری را داشته. من زیاد صحبت نکنم و بیشتر علاقمند هستم تا اشعار دوستان را شنوا باشم. پیروزی، موفقیت، خرمی و شادکامی یکایک شما را از خداوند آرزومندم. ممنون و متشکر. خیلی ممنون آقای آشوری. ما هم همچنین موفقیت شما را از درگاه خداوند باری تعالی خواستاریم. و بله، زبان و ادبیات فارسی بسیار شیرین و گواراست و در اینجا به من اجازه بدید تا از دکتر غیاث‌الدین استاد دانشگاه برودا خواهش کنم که اشعار خودشون رو بخونن. آقای غیاث‌الدین سلام. سلام. قبل از این که این چیزها را شروع کنم، من آقای آشوری را روز تولدت تبریک میگم. استاد یه کمی معذرت میخوام که نمی دونستم این را فراموش کرده بودم. صحیح کنم که این چیزها را یاد میگیرم که در سال آینده. خواهش میکنم، مشکل نیست، خواهش میکنم. ما دیگه پیر شدیم، دیگه تولد برای ما مفهوم نداره. خواهش میکنم، شما هنوز جوونید آقا. ممنونم. خب در خدمت استاد عرض میکنم که شاعر نیستم، اما به مناسبت این برنامه و استاد زبان و ادبیات فارسی، استاد و دانشجوی زبان و ادبیات فارسی، سعی میکنم که چیزهای در این موقع عرض میکنم که مربوط به حافظ است. اصلا حافظ خواجه شمس الدین محمد حافظ یکی از معروف ترین شاعر سرزمین ایران بود، اما در هند هم معروف است و بسیار شعرهایی که مربوط به اینها از قرآن استفاده کرده است که معروف به لسان الغیب هم می شناسند. یکی از شعر که حافظ که مربوط بسیار شعر است، اما صحیح می کنم که چند بیت را می خوانم. یکی از آن هست که مثلا وقتی که غیاث‌الدین بر تخت بنگال نشسته بود و سیتن خانوما بودن، مثلا زنان حرم که نام های آن سر و گل و لاله بود، دستور داد که پس از مرگ بدنش را بشویند، چون سلطان از بیمار وقتی که سلطان بعد از بیمار های نجات یافت، اون را بسیار دوست داشت و دیگر زنان حرم بودن که حسادت کردن وقتی که سلطان آگاه شد برای آن سری گفت، مثلا ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود. این سرود اما بعد مصر بادی نمی توان که به سرود یا شاعران در آن وقت بودن نمی توانستن که مصر دوم اضافه کنند. بله. بعد از آن غیاث‌الدین این شعر را در خدمت حافظ که شاعر بزرگ بود در آن زمان ارسال کرد و دعوت کرد که به هند تشریف بیارید و این شعر را مصر بادی هم بسرایت. اما حافظ به هند نی آمد که چیزهای دیگه افتاده بود، طوفان و همین طور هم می گوین که چیزهای افتاد،
اما برای این شعر که کامل کرد و برای غیاث الدین ارسال کرد. مثلا اینا شعر بود: ساغی حدیث سر و گل لاله می رود، وین بحث با سلاسه غصباله می رود. می ده که نو عروس چمن حد حسن یافت، کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. شکر شکن شوند همه طوطیان هند، زن قند پارسی که به بنگاله می رود. اصلا یه چیز در خدمت شما استادان و دانشجویان عرض می کنم که اینجا یه شعر هست: شکر شکن چوند همه توتیان هند. فکر می کنم که این شعر معلوم میشه که حافظ همه شاعران و ادیبان در اون زمان بودن، برای اون بید اون بود که این شعری یعنی فارسی زبان شیرین است، در این قند از ایران به هند فرستاده بود. بعد از این کلمه را تمام می کنم و در آقای از قیاسدین خودتون معرفی کنید. آقای صدا دو نهی من وسطش وقفه ایجاد شد، لطفا دوباره بفرمایید اون چیزی که میخواستید بگید. شعرهای حافظ. بله. ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه غصاله می رود. می ده که نو عروس چمن حد حسن یافت، کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. شکر شکن چوند همه توتیان هند، زن قند پارسی که به بنگاله می رود. فقط چند بیت ها را عرض کردم. خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی عالی. بله بفرمایید، خودتون هم معرفی کنید دوستان بشناسن. بله، من دکتر غیاث الدین هستم، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه مهاراجا سیاجیراو دانشگاه برودا هستم. بله بسیار عالی. شما از حافظ سخن گفتید، حافظ از شعرا و بزرگان ادب فارسی در قرن هشتم بودند دیگه، میدونید که قرن هشتم هجری میشه چهاردهم میلادی، که غزلهای او عرفانی و عاشقانه بسیار زیاد وجود داره و اشعارش بسیار دلنشین است که بیانگر احساس لطیف و احساس دلنشین این شاعر را برای ما میرساند، که همان جور که میدونید دیگه: الا یا و ایها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق آسان. بله اولین شعر حافظ. بله افتاد مشکل ها. بله بله بسیار عالی، بسیار عالی. تشکر، تشکر. بسیار عالی آقای غیاث الدین، بسیار خوب. خیلی ممنون از اینکه چند بیتی از شاعر پرآوازه ایران زمین حافظ شیرازی رو خدمت همه عزیزان اساتید عرض نمودید. اجازه بدید به من از خانم نادنی اتما سیده، ایشون نویسنده کتاب مراتی هستند، خواهش کنم که چند کلمه درباره خودشون اول معرفی کنن، پس از آن چند بیتی را از شعری که انتخاب کردن برای ما به اشتراک بذارن. بفرمایید خانم نند. سلام. سلام علیکم. سلام. حالتون خوبه خانم؟ خوبم. شما چطوری؟ خدا رو شکر. ممنون، ممنون. شکرم. ممنونم. سلام، من نندینی هستم و من دانشجوی خانه فرهنگ ایران هستم. در این خانه من زبان فارسی را یاد گرفتم. من نویسنده هستم و به مراتی، به زبان مراتی می نویسم، شعر می نویسم، هم مقاله می نویسم.
امروز من یک شعر می خوانم. این شعر این شعر آزاد و جدید است. در آغاز صحنه این شعر زیبایی به نظر می رسد، ولی در پایان همین منظر زیبا بسیار بسیار غمگین می شود. نمی دانم که شاعر این شعر کی است. اعلان می کنم عنوان این شعر است گل آینه قرآن. گل آینه قرآن. اعلان می کنم در کنج اتاقش بی بی تک و تنها است. در کنج اتاقش بی بی تک و تنها است. آرام نشسته پشتش بی متکا است. یک عینک کهنه بر صورت ماهش. یک عینک کهنه بر صورت ماهش. از آن ور عینک پیداست نگاهش. زیباست اتاقش. زیباست اتاقش. یک تاکچه در آن. بر تاکچه یش هست گل آینه قرآن. سینی و سماور آن سوی اتاقش. سینی و سماور آن سوی اتاقش. نزدیک بخاری یک گربه چاقش. آن گوشه دیگر. آن گوشه دیگر یک بکچه آبیز. آن گوشه دیگر یک بکچه آبیز. آن بکچه زیبا سجاده بیبیز. یک ساعت کوکی. یک ساعت کوکی بالای سر او. در قای قشنگی عکس پیسار او. عکس پیسار او در قاب قشنگ است. عکس پیسار او در قاب قشنگ است. اما خودش آلان در جبه جنگ است. اما خودش آلان در جبه جنگ است. سلام. بسیار خوب. بسیار بسیار خوب. عالی. بسیار عالی. خیلی زیبا بود. خیلی زیبا بود. ممنونم. خواهش میکنم. بسیار عالی بود. بسیار عالی. خیلی زیبا و پرمعنا. بله خیلی زیبا بود. شعر آزادم هست. شعر آزاد بله. یا شعر جدید. شعر نو. و بسیار بین جوانان ایرانی بسیار یعنی طرفدار دارد. خب خیلی ممنون خانم نندنی. من خواهش میکنم. من در اینجا از خانم ممتاز پیربای دعوت میکنم که اول خودشون رو معرفی کنن ایشون، پس از آن چند شعری که دارن به ما با ما اشتراک بذارن. بفرمایید خانم ممتاز. Thank you very much. I am Dr. Mumtaz Munawar from Pune, India. And I'm going to recite. خانم دکتر خیلی خوش آمدید. Thank you, thank you. ممنونم. This poem is written by Allama Iqbal. Allama Iqbal, ma. Very good, very good. Actually, I'm doctorate in Urdu literature. But I know little bit of Farsi, so I'm very fascinated to read this Farsi poem. So if there's any mistake in pronunciation, please forgive me. No problem. You should start. You should start from one step also. Thank you. Madam is okay. You know that Urdu language is you know Sundar Larki. Farsi. Yani Farsi ka Sundar Larki hai wo. Exactly. Exactly. Yes. You know Urdu, you have to know at least little bit of Farsi. Otherwise, you can't understand Urdu. Oh. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yeah.
So here yes. I present the poem. Thank yes, you. Yes, please. Yes. چه کافرانہ قمار حیات می بازی چه کافرانہ قمار حیات می بازی کہ با زمانہ بس آزی بخود نمی سازی کہ با زمانہ بس آزی بخود نمی سازی دیگر با مدرسہ ہائے حرم نمی بینم دیگر با مدرسہ ہائے حرم نبینم دل جنید و نگاہ غزالی و رازی دل جنید و نگاہ غزالی و رازی بحکم مفتی اعظم کی فطرت ازلی است بحکم مفتی اعظم کی فطرت ازلی است بدین سوہ حرام است کار شہبازی بدین سوہ حرام است کار شہبازی اور ہما فقیہ ازل گفت جر رہے شاہیرا ہما فقیہ ازل گفت جر رہے شاہیرا با آسما گردی با زمین پروازی با آسما گردی با زمین پروازی منم کے توبہ نہ کردم زفاش گوئی ہا منم کے توبہ نہ کردم زفاش گوئی ہا زبیم ای کے سلطان کنند غم مازی زبیم ای کے بسلطان کنند غم مازی اینڈ دا لاسٹ شعر آخری شعر کہ بدست ماں نہ سمرقند نے بخارا ایست بدست ماں سمرقند نے بخارا ایست دعا بگو ز فقیراں بطور کشی رازی دعا بگو ز فقیراں بطور کشی رازی تھینک یو ممنونم خیلی عالی بود واو خیلی عالی بود ممنون متشکر بسیار عالی بود خب شما خوب فارسی بلد هستی دیگه نیاز نیستش بالاخره فارسی رو بلدی دیگه نو میستیک نو ناتینگ ناتینگ ویری گود ویری گود خیلی ممنون اکسلنت خیلی ممنون متشکر شکریا بله خیلی عالی بود اقبال یکی از شاعران پرآوازه سرزمین هندوستان هستند بسیار عالی بسیار عالی خیلی ممنون از خانم ممتاز خب در اینجا به من اجازه بدید تا از خانم اطرت زهرا هستن خانم اطرت زهرا دعوت کنم که خودشون رو معرفی کنن و پس از آن شعری که از قبل تهیه کردن رو برای ما بخونن خانم زهرا اطرت زهرا فکر نمی کنم صدای من رو بشنوند خانم زهرا اطرت زهرا بله خانم زهرا بفرمایید سلام علیکم سلام و عرض ادب به همه شما عزیزان سلام خیلی خوش آمدید خیلی خوش آمدید خوب من اطرت زهرا هستم تازه کارشناس ارشد در رشته زبان فارسی به پایان رساندم و شغل من پورتونگار است ولی من به زبان فارسی علاقه دارم برای همین مثل یه دانشجو زبان فارسی هم هستم خیلی عالی بسیار عالی آغاز دهه فجر رو به همه شما تبریک عرض میکنم و به مناسبت دهه فجر آمدم که به خدمت شما یک شعر عرض می کنم. خیلی خوب، خیلی خوب. این شعر یکی شاعر است که در اوکراین هست. اسمش دکتر آنا بزینا هستش. شعر آنا بزینا رو به خدمت شما عرض می کنم. به نام خدا این خاک گوهربار که ایران شده نامش شیریست که در بین دو دریاست گنامش خورشید برون آمده هر صبح ز مشرق از برج اسد داده به اخلاص سلامش مهتاب نشسته سر هر گنبد این خاک مانند کبوتر که نشسته است به بامش
با فارس درخشنده شده نام خلیجش از نی شکر فارس شکرگو شده جامش از مرز فرا رفته به پیغمبری شعر با سعدی و با مولوی از عشق به پیام عشق پیامش شوقی ازلی دارم بر خاک عزیزش عشقی ابدی دل دل دارم به دوامش پیش ستم روز گران سینه سپر کرد بنگر که از این همت دنیا شده رامش از شرف مشرف بشو ای باد صبا تا یک بار سلامم برسانی به امامش. بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی زیبا بود، متشکر، خیلی قشنگ خوندید. شما خوب بلدید فارسی رو، خیلی ماشاءالله خیلی خوب بلد هستید، بسیار عالی. حتما دیگه شما خودتونم دیگه باید شعر بگید. بسیار عالی، بسیار عالی. شما الان کجا هستید خانم اطرت زهرا؟ من در ممبئی هستم. بمبئی هستید، بسیار عالی. حتما دیگه شما باید پی اچ دی شرکت کنید، پی اچ دی بگیرید. انشالله. ممنونم، خیلی عالی، بسیار زیبا بود، بسیار زیبا، اکسلنت. بسیار زیبا، دلنشین. درباره ایران زمین صحبت کردن، بسیار دلنشین بود، خیلی خوب بود. البته خانم زهرا یه ترمم در دانشگاه بمبئی درس دادن. تا اونجایی که من بله یادم هستش، درسته خانم زهرا؟ بله، درس دادن و الان فکر کنم امسال تموم میشه دیگه، امشون رو میگیرن و به سلامتی میرن برای دوره دکترا. خیلی ممنون، متشکر خانم زهرا، خیلی ممنون، متشکر، تشکر. خب ممنون همچنین. در اینجا من اجازه از همه حضارین میخوام که خانم ترنم ناز رو برای دعوت کنم که چند اول خودشون رو معرفی کنن، پس از آن شعری که در نظر دارن رو بخونن. خانم ترنم ناز، خانم ترنم ناز، Can you read me? فکر نمی کنم. بله خانم ترنم ناز بفرمایید. صدانون خوب نمیاد خانم. صدانون اصلا خوب نمیاد خانم ترنم ناز. آقا نه هنوز خوب نشده. آقا خانم ترنم. بله سلام. چطور هستیم؟ بد نیستم. شما خوب هستی سانمی؟ سر اینجا نتورک نیست. آها بخاطر نتورک. سلام. حال شما خوبه؟ صداتون نمیاد، نتورک مشکله. آقا خیلی مشکل است اینجا. خب اب نداره، بخونید شما شعرتون رو، بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید خانم. خانم صدای ما رو دارین؟ من یک نعت میخوانم. ولی صدای شما خوب نمیاد. آقا؟ صدای شما اصلا خوب نمیاد. اگر میشه من دوباره صدادو میزنم برای خوندن شعر. فکر میکنم نتورکتون یه ذره مشکل داره. تا این مشکل فنیدون رفع بشه من دوباره صدا رو میزنم.
I will call you after some time, okay? When you that clear all the problems with your network. Okay. اجازه بدید از من که خانم نازی شولا رو دعوت کنم برای خواندن شعرشون. خانم نازی شولا، صدای منو دارید؟ سلام آقا. سلام. سلام، حالتون خوبه؟ خیلی خوش آمدید. خیلی خوب. خدا را شکر، خیلی خوش آمدید. اول خودتون رو معرفی کنید خانم نازی شولا. بله، اسم من نازش هست. من الهاباد هستم. من در کلکته زندگی می کنم. کلکته. من در ادبیات فارسی استاد کرم از دانشگاه علیگڑھ مسلمہ. بله بله. امروز شعر حافظ می خان. I want to recite a poetry, a ghazal of حافظ شیرازی. Very good. اشتباع تلفظ من را ببخشید. خواهش می کنم. نداره باید پرکتیس کنید تا یاد بگیرید، بالاخره استیک همه داریم. بله بله، مشکل نیست. نقطه عشق دل گوشه نشینان کو کر، همچون آخال که بر عارض جانان زدند. دوش دیدم که ملائک در میخان زدند، گل آدم بسیرشتن و بے پیمان زدند. ساکینانی حرم سر فافی ملکوت، با من راہ نشی بادائے مستان زدن. شکر عزت کی میانی منو اصلف فتاد، صوفیانے رقص کنن ساگر شکران زدن. جنگ حفتاد دو ملت ہمارا عذر بینی، چون ندیدن حقیقت رہے افسان زدن. آسمان بار امانت نتوانت کشید، گرئی فال بنامی منی دیوان زدن. آتشان نیست که از شول او خنده شما، آتشان نست که در خرمن پروان زدن. بس چون حافظ نکشید از رخ اندیش نقاب، تا سر زلف سخن را بقلمه شان زدن. بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ خواندید شما، بسیار عالی، خیلی خوبه. فارسی شما هم خیلی خوبه. بالاخره نیاز به این محفل‌های ادبی هستش که شما هم شرکت کنید، همیشه اینا رو تکرار کنید، پرکتیس کنید و بتونید در حال روان اشعار بزرگان شعر و ادب فارسی رو قرائت کنید. بسیار عالی، ممنونم، متشکر، خیلی عالی بود. خیلی عالی بود خانم، خیلی خانم عالی بود، خیلی خوب بود. امیدواریم که در محفلهای بعدی شما رو داشته باشیم، از شما استفاده کنیم. شعر شما بسیار خوب خوندید. انشالله. خب، خیلی ممنون. اگر متشکر. Thank you so much for inviting me. Thank you for Iran Culture House Mumbai and thank you for this program, this محفل، ادبی محفل، and for inviting me. I'm thankful to you. To you, all of you. You're most welcome. اوکی، بسیار خوب، بسیار خوب. در اینجا از آقای نیکل فرانچ پی که دوست خودم هم هستن، ایشون بسیار آدم وارسته و خوبی هستن و اکنونم در دانشگاه پونا کالج مشغول تدریس فارسی هستن، دعوت میکنم که خب حالا مختصری من از خودشون معرفی کردم، ایشون خودشون رو معرفی کنن و شعری که در نظر گرفتن رو برای ما بخونن. آقای نیکل لطفاً روشن کنید، مایکروفون رو روشن کنید. سلام. حالا صدایم میاد آقا؟ بله بله، صدای شما میاد. خب. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین،
هزاران درود بر همه شما که در این جلسه شرکت کردن. اسم من نکل هست. من دانشجوی زبان فارسی هستم و در دانشگاه ساویتریبای پول پونا گروه تاریخ من درس میدم. و من سپاسگزارم به کانه فرهنگ بمبئی که به من یه فرصتی دادن که من یک شعر در خدمت شما عرض میکنم در این محفل. و امروز من در خدمت همه شما یک شعر سعدی شیرازی عرض میکنم. بسیار عالی. با اجازه او. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیبا است نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، که میان نقش دیوار و میان آدمیت. کور و خواب و خشم و شهوت، تقب است و جهل و ظلمت. حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد، که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مخان آدمیت. ایران مرگ دیدی توز پای بند شهوت، به در آیی تا ببینی تیران آدمیت. نبیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم، نبیان فضل کردم که نصیحت تو بگفتم. هم از آدمی شنیدم بیان آدمیت. به تمام شد. بسیار عالی بود، بسیار عالی بود. بسیار من یاد اون شعر انداخت، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش. بله بله، من یاد این بیت از شعر ایشون انداخت. از شعر آفرینش توب کس هنت دیگران بیگمی نشاید نامد نخواد آدمی. آدمی، بله بله، این مرتبط بود با این شعر شما. در فرهنگ هند ما میگوییم وسودهی و کتنبکم، یعنی در جهان مثل یک فامیلی است. درسته. این خیلی نزدیک به سعدی است، یعنی که این فلسفه ایران و هند. بله بله بله، واقعیتش هم همینه. همین شعر سعدی رو در یو این گذاشتن دیگه. بله هستش. آره. بسیار عالی، بسیار عالی خوندید آقای نیکل. ممنونم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی ممنون آقای نیکل. خیلی عالی بود. چکر. خیلی ممنون آقای نیکل. تشکر از شعری که به اشتراک گذاشتید. بسیار خوب بود. به من حضارین اجازه بدید که از استاد بعدی دعوت کنم که ایشون شعرشون رو بخونن. خانم سایرا شیخ. خانم سایرا شیخ صدای منو دارین؟ خانم سایرا شیخ، خانم سایرا شیخ، خانم سایرا شیخ صدای منو دارین؟ خب جوری که معلوم است ایشون صدای ما رو ندارن. خب به هر حال مشکل نیست. من از خانم ترنم بیگن، ترنم بیگام خواهش میکنم که شعر خودشون رو بخونن. خانم بیگم
خانم ترنم سلام. هلو سلام، حال شما خوبه؟ خانم ترنم، خانم ترنم میشه مایکروفونتون رو روشن کنید؟ مایکروفونتون بند است، قطع شده صدادون، صدادون نداریم ما. خانم ترنم هلو، سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. به نام خداوند جان آفری، من ترنم بیگم هستم از هند، از ناگپور. من دانش جو هستم در زبان فارسی، دکتری میکنم. بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. ممنونم. من میخواهم که اشعار مولانا جلال الدین رومی. خیلی خوب، عالی. من میخواهم که از دفتر اول مثنوی مولانا روم چند اشعار پیش میکنم. بشنو از نه چون حکایت می کند، وز جدائی هر شکایت می کند. کز نیستا تا مرا ببری ده اند، از نفیرم مرد و زن نالی ده اند. سین خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. من به جمعیت نالان شدم، جفت خوش حالان و بدحالان شدم. از کسی از زن خود شد یار من، وز درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کسرا دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نائے و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. پس من اختتام می کنم. خیلی ممنونم. بسیار عالی، بسیار عالی، متشکر، بسیار عالی. شعر بسیار معروف و مشهوری هستش که بحث نیستان و نی و ناله نی و نفیر نی هستش. بسیار قشنگ، بسیار قشنگ، زیبا تلاوت کردی. خیلی ممنونم، متشکر. خیلی ممنون از خانم ترنم بیگن، خیلی ممنون، متشکر. اشعار مولوی، شاعر پرآوازه ایران رو قرائت کردن و خوندن، خیلی خیلی خوب بود. من اجازه میخوام برگردم به خانم ترنم ناز. صدای منو دارید خانم ترنم ناز؟ خانم ترنم ناز صدای منو دارید؟ خانم ترنم ناز صدای منو دارین؟ فکر نمی کنم صدای منو داشته باشه. سلام آقا. سلام. 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 بله بفرمایید خانم ترنم. من ترنم هستم، از ناگپور هستم. بسیار بله. خوش آمدید. ترنم هستم. خوش آمدید. یک نعت میگویم. بفرمایید. آقا. بله بفرمایید، داریم گوش میدیم. حال زارم یا رسول الله، زره مت نظر بر حال زارم
یا رسول اللہ. خانم ناز صدا رو قطع میشه. خانم ناز صدانو قطع شد. آقا صدانو قطع و وصل میشه. خانم ناز صدانو قطع و وصل میشه. سلام آقا. صدا ببخشید صدا دون واقعا قطع و وصل میشد، نمیتونستیم یعنی نفهمینیم شما چی رو خوندید، به خاطر همین من صدا رو زدم. اگر میشه دوباره اردو بگید میخواید اردو بگید بخونن یا خانم ناز مشکل فنی دارن ایشون بکنم. خب از دیگر اساتیدی که شرکت کننده هستن دعوت کنید، هر کدوم تمایل دارن. آقای منظور حسن رو بفرمایید که ببینید چیزی میخونن برای ما. خانم ناز صدا خوب نمیاد. صدا اصلا نمیاد خانم ناز. آواز مشکله ها؟ آقا نیتوان خیلی مشکلی مشکل است. بله بله آواز مشکله آقا. بله خب خواهش میکنم. برحال من از اساتید دیگری که تمایل دارن که شعر خودشون رو بخونن دعوت میکنم که اعلام کنن، دستشون رو بالا کنن یا بنویسن، مسیج بدن یا میخوان چیز کنن بخونن اعلام کنن. بله بفرمایید خانم مهناز. بله بفرم. شما میخواید صحبت کنید و بخونید اگر اجازه بدید. سلام به همه عزیزان، خیلی خوشحالم که با در جمع شما هستم، به خصوص آقای آشوری، آقای علی، خیلی خوشحالم که با شما هستم. اگر اجازه بدید آقای ویراف خیلی وقت هستن که منتظر هستن، اجازه بدید خیلی خوب عالی شعرشون رو بخونه. آقای ویراف بفرمایید پلیز مایکروفون رو باز کنید. ویراف can you please unmute yourself? Can you please unmute yourself? Yeah. بله بله Thank you. Is it okay? بله بله yes. Please. Ashuri sir, we are missing you for the last one year. We couldn't come and attend the classes. yes. Unfortunately, I couldn't see you, meet you, all of you. That is. Yes, that's right. We hope to see you someday. Yes. I hope. Yeah. So most welcome to this Mahfil Adabi. Most welcome. Thank you, sir. Man Virag Dada Chandji Hastem. Man Danush Ji in Khane Farange Iran Hastem. Man Chand Dubai Te Firdosi Mi Khane. Firdosi Aisa Bani Bood Ke Shah Mahmood Paade Se Muaf Get Shude Baraye Takmile Shana Me بے او پرداخت نہ کرد. فردوسی ایک نام خشم بے پادشاہ نوشت. من ازن نام چند رو بیٹی می کھانم. من ابدا ان شعر را ترجمے می کنم بس اپز شعر را می کھانم. Do not have any hope for those born to evil persons, for you cannot wash a negro and make him white. زنا پاک زادے مدارید امید کہ زنگی بے شستن نگردت سفید. Tree
whose seed is bitter, even if you plant it in garden of heaven and water it with rivers of heaven or with pure honey, will finally give only bitter fruits. Darakti ke talkhas vaira sarasht garash dar nishani babage behesht varas juye kholdash behanga meab bebik angabin rizi yoshi renab saranjam gauhar bekaravar hamanmi veye talkh baravar. If you go to a perfume seller, your clothes will get a pleasant perfume. But if you go to a coal seller, you will only get black soot. Be ambar furushan agar bogzari shavad jame tu hame ambari vagar tu shavi nazde angesht gar azujo se ahi nayabi dagar. I have toiled for 30 years for this and revived this country of Iran in Farsi. Even though ages may pass, every wise person will continue to read this. Basi ranj bordam darin salasi azam zende kardam badin parasi badin name bar umr ha be guzard be khanad haran ke darat kharad. If father of a king was a king, he would have put a golden crown on my head. If mother of the king was a queen, she would have covered me with gold and silver up to the knee. Agar shah ra shah budi pedar basar bar nehadi marata jazar vagar ma de shaban banu budi marasi muzarta bezanu budi. And lastly, he cries out, I'll cry out to God on final day when dust is thrown over my head. O God, let his soul burn in fire and make the heart of this worthy servant ablaze. Benalab yazdane parvardigar fishanam basar khake ruze shumar ke ya rab rawanish be atash besuz dele bande e mustahak bar faruz. Thank you, sir. Very good. Excellent. Like every time you were, that was very nice. Thank you, sir. بسیار عالی بود. بسیار عالی. خیلی جالب خوندید. بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی. همین بحث زبان فارسی دیگه. اهمیت زبان فارسی که فردوسی بزرگ 30 سال از عمر خودش رو صرف شاهنامه فردوسی کرده است. بسیار عالی، زیبا بود، خیلی عالی. بسیار زیبا و دلنشین آقای ویراف، خیلی ممنون و متشکر. ممنونم. من میخوام که چند شعر اینجا. بله، میخواستم دعوتتون کنم شما آقای بفرمایید. آقای منظور، آقای دکتر منظور حسن از دانشگاه حیدرآباد هست، از دانشگاه مولانا آزاد هستن، از شهر حیدرآباد. بله بفرمایید. خوشبختیم. بفرمایید آقای منظور حسن. بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سر آغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. استادهای برجسته من که حالا در وبینار حضور دارند، به خدمت همه شما سلام عرض می کنم. سلام علیکم. ممنونم، متشکر. سلام علیکم. من امشب خیلی خوشحال هستم که من خداوند متعال به من توفیق داد که من بین استادهای برجسته یک سخنرانی کوتاه بکنم. خیلی عالیه. چون من چرا خوشحال هستم، این سه تا یعنی ایلا دارم. اول اینکه من به خدمت شما عرض کردم، دوم اینکه ایام دهی فجر هستند، سوم اینکه استاد برجسته من استاد آقای آشوری یعنی تولد دارن. من میخوام که فقط دو تا شعر علامه اقبال در خدمت شما عرض بکنم. یک شعر هدیه به امام خمینی میکنم و یک شعر در هدیه به استاد خودم آقای آشوری. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. اول یک شعر که
به هدیه امام خمینی امام راحل میکنم. اینجور یعنی اینطور علامه اقبال رحمت الله علیه میفرماید: میرسد مردی که زنجیری غلامان بشکند، میرسد مردی که زنجیری غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. به 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 به. و شعر دوم که میخوام که هدیه به استاد خودم، استاد برجسته خودم هدیه کنم، این گونه هست: تشکر. چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. بسیار عالی، بسیار متشکرم. زیبا. به جان و دل تو عاشق باش، رفیقان را مراقب باش. آقای دکتر بسیار عالی، بسیار عالی. سلامت باشید. خیلی ممنون استاد برجسته. سلامت باشید. بسیار زیبا بود. شمس تبریزی یه جایی داره یه شعر، یه مصرع شعری داره، میگه بسیار تیغ دیدم که یکی را دوتا کند. تیغ که میبره، میگه بسیار تیغ دیدم که یکی را دوتا کند، نازم به تیغ عشق که دوتا را یکی کند. بله بله. بسیار زیبا، بسیار زیبا. سلامت باشید آقای استاد. خیلی ممنون، خیلی ممنون آقای منظور حسن. خب دیگر دوستان هم اگر استفاده کنیم. بله، از دیگر دوستان کسایی که مایل هستن لطفاً دستاشونو بالا کنن یا خودشونو معرفی کنن. خود خانم مهناز بفرمایید اشعاری برای ما بخوانن دیگه، بالاخره ایشون پیش کسوتن. بله آقای، خواهش میکنم آقای آشوریم، ترجیح میدم شایده که با ما بودن در فرهنگ و زحمت کشیدن، خواهش میکنم، بهتره که لطف کنن بخونن. بله دکتر، من نمیدونم کیا هستن. خانم دکتر. بله خانم دکتر بفرمایید، بفرمایید. خانم دکتر. بسیار خوب. بیونینگ. منم. Good evening. سلام، حال شما چطوره خانم دکتر؟ بله. شما خوبی؟ شما ها. خوبی؟ بسیار خوشحالم که شما رو میبینم. خیلی وقت بود شما رو ندیده بودیم. شب همگی بخیر. شب شما هم بخیر. من هوتاکشی هستم. دوست دارم یکی از شعرهای کوتاه رودکی را بخوانم که به ما می آموزد چه گونه زندگی شاد داشته باشیم. مهم نیست چه اتفاق برای ما بیفتد. احساس می کنم امروز حتی بیش از هر زمان دیگری مهم است. کار همه را است آنچنان که بباید. حال شادی است، شاد باش. شاید اندو و اندیشه را دراز چه داری؟ دولت خود همان کند که بی باید. راهی وزیران تو را کار نیابد. هرچه ثواب است با خود فرماید. چرخ نیاورد به دل تو خلق و آن که تو را زاد نیست چون تو نیزاید. ایزد هرگز دری نبندد بر تو تا صد دیگر بهتری نگوشاید. ممنونم. بسیار عالی بود، خیلی عالی بود خانم دکتر. ممنون، متشکر. خیلی دیگه فارسی شما خیلی خوب شده دیگه، بسیار عالی شده دیگه. خیلی عالیه، خیلی عالیه. اکسلنت، اکسلنت. Thank you. خوشحال شدیم، ممنون، متشکر. Thank you. بله، از خیلی ممنون، متشکر خانم دکتر. بله، از ساتید دیگر ما در خدمتشون هستیم. بفرمایید آقای صدیقی، دکتر صدیقی بزرگوار، استاد محترم. آقای صدیقی آقای صدیقی، دکتر صدیقی، دکتر پروین. بله بفرمایید.
اساتید دیگری که تمایل دارن صحبت کنن، نظرات خودشون رو با ما به اشتراک بذارن، شعر میخوان بخونن، لطفاً بفرماین. بله بفرمایید آقای حسن رضا. بفرمایید آقای حسن رضا. صداشون نمیاد. نه صداشون والا یه بار دیگه صدا کنید، شاید صداشون میکروفون خاموشه. آقای صدیقی، آقای دکتر صدیقی، آقای دکتر پروین، دکتر پروین جاوید اختر also. آقای جاوید اختر، آقای میرسراجی هم هستن. آقای میرسراجی بفرماین، حالا که میشنوند. سلام و ارادت خدمت همه اساتید عزیز، خدمت جناب آقای آشوری، علی آقا، سرکار خانم مهناز و همه اساتید عزیزی که من حضوراً خدمتشون سعادت نداشتم باشم، ولی خیلی خیلی خوشحالم که بالاخره این ملاقات‌های مجازی فرصتی رو فراهم کرده که ما حتی از شهرهای دیگه هم داریم دوستان رو که وقتی ما خانه فرهنگ باز بود حتی نمیتونستیم همه رو با هم یه جا داشته باشیم. بله، یکی از مزایای فضای مجازی همینه دیگه. بله دیگه، خیلی سپاسگزار خدا هستیم که این بالاخره نعمت رو به ما داده که با اینکه این شرایط حالا پاندمی که ویروس هستش، اما این موقعیت ها برامون پیش اومده که اساتید عزیز از تمام شهر ما، مثلا ایشون گفتن از ناگپور هستن، من واقعا لذت بردم. ما هیچ وقت نمیتونستیم کسی از ناگپور داشته باشیم، همیشه معمولا تو محدوده بمبئی بودن دوستان که حضور. الان از شهرهای مختلف، کلکته، ناگپور، حیدرآباد، پونا، بمبئی هست. اینه که خیلی واقعا لذت بردم از شعر خواندن همه عزیزان و منم ترجیح میدم چیزی نگم و دوست داریم، چون ما هنری نیست اگه شعری بخونیم، اگه این دوستان عزیز که فارسی یاد گرفتن شعر فارسی رو میخونن، واقعا لذت بخشه و یه شیرینی خاصی برای ما داره. حالا اگه دوستان دیگه هستن ما ترجیح میدیم که این عزیزان بخونن، اگر در پایان فرصتی بود منم یه شعری. حتما در خدمتتون هستیم. سلامت باشید، محبت دارید، خوشحال شدید. سلامت باشید، ما هم همینطور. خیلی زیاد، خیلی خوب، خیلی ممنون آقای میسراجی. خواهش میکنم. دوستان دیگر، اساتید دیگر، کسایی که میخوان شعری رو بخونن، صحبت کنن، بفرماین. بله بفرمایید آقای دکتر صدیقی. دکتر پروین بله بفرمایید. دکتر صدیقی پلیز آن میوت یور سلف. ویل یو پلیز آن میوت یور سلف؟ یا Thank you, sir. Thank you. I appreciate it. Dr. Siddiqui, please unmute your microphone. Dr. Siddiqui, can you read me? Sir, please unmute. آقا دارن، آقای دکتر یه چیزی دارن میگن ولی نمیشه صداشون نمیاد. بله unmuted. بله بفرمایید آقای دکتر. سلام نمیاد؟ نه الان میاد، الان میاد. سلام. سلام، بسیار خوش آمدید آقای دکتر صدیقی، ممنون. نه
دوباره آن میوت شدن ایشون. آقای دکتر صدیقی لطفاً مایکروفون رو باز خودشون. کنید. بله. I think it's clicking two times. Only one time you should click. Dr. G, please ek bar unmute kar dijiye. Dr. G. Yes, yes. Unmute kar dijiye. Hala mi aayat? Bale, bale, sadae shuma mi aayat. Hala mi aayat? Bale, bale. Hop, hop. Befarmayi da, aye, doktor. Bale. گله گله خوشبو در حمام روزه رسیده از دست محبوب به دستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم گفتا من گله ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نششتم جمال هم نشی در من اثر کرد وگرنه من هما خاکم که هستم. خیلی زیبا، خیلی زیبا بود. آقای آشوری شما آنمیوت کنید. خیلی ممنون، متشکر آقای صدیقی. تشکر. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. یک روز می آیم اینجا در ممبئی و با شما ملاقات میکنم. سلام. آقای آشوری لطفاً میکروفونتون رو باز کنید. بله بفرمایید آقای آشوری. دیگه دوستان کسی نیست؟ از دیگر دوستان عزیز دکتر پروین. خب فکر کنم رسیدیم. کسی دیگه نمیخواد صحبت کنه و از استادان دیگر کسای دیگر هستن که میخوان صحبت کنن؟ فکر نکنم آقای آشوری. خب آقای میرسراجی گفتن آخرین نفر من رو بذارید دیگه بذارید ایشون بخونن. باش آقای میرسراجی در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. عرض کنم که ما دوست داشتیم باز بیشتر از دوستان بشنویم اگه حالا کسی نیست. من یه شعری از مولانا رو خدمتتون میخونم که خیلی هم معروف هست و خودم هم از دوران جوانی خیلی دوستش داشتم این شعر رو و فکر میکنم برای خیلی از دوستانم آشنا باشه و چون درک معنیش هم ساده است و نیازی به توضیح نداره و یه موضوع خیلی لطیفی رو بیان میکنه، من اینو انتخاب کردم که خدمت دوستان بخونم که مثنوی موسی و شبان هست. بله. عرض شود که خدمت دوستانی که حالا سابقه اینو ندارن عرض میکنم که این شعری هست که یک گفتگو بین حضرت موسی و یک چوپانی هست که داره خدا رو ستایش میکنه و به زبون خودش، نه تحصیلات داره نه درس خونده، ولی با اون دل خودش اونطوری که نزدیکی که به خدا احساس میکنه شروع میکنه که خدا رو ستایش کردن و حضرت موسی که خب خیلی مقام بالایی داره نزد خداوند تعجب میکنه که چرا اینجوری داری خدا رو ستایش میکنی، این چیزی که شما میگی شبیه کفره، ولی وحی میاد به حضرت موسی که بذار هر جوری دوست داره بگشت، تو نباید بنده ها رو از ما جدا کنی. حالا اینو شعرش رو خدمتتون میخونم، اگرم احیانا کسی توضیحات انگلیسی خواست من خدمتتون میگم هر جاش که لازم بود. بله بفرمایید آقای میساجی. بفرمایید. دید موسی یک شبانی را به راه کو همی گفته خدا و ای اله تو کجایی تا شوم من چاکرت چارقت دوزم کنم شانه سرت دستکت بوسم بمالم پایکت وقت خواب آید بروبم جایکت ای خدای من فدایت جان من جمله فرزندان و خان و مان من ای فدای تو همه بزهای من ای بیادت
هی هی و هی های من. گر تو را بیماری آید به پیش، من تو را غمخوار باشم همچو خیش. گفت موسی های خیر سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. این چه ژاژست و چه کفرست و فشار، پنبه ای اندر دهان خود فشار. گفت ای موسی دهانم دوختی، از پشیمانی تو جانم سوختی. جامه را بدرید و آهی کرد تفت، سر نهادن در بیابان و برفت. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را زما کردی جدا. تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی. ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. چون که موسی این عتاب از حق شنید، در بیابان در پی چوپان دوید. بر نشان پاک آن سرگشته راند، گرد از پر بیابان برفشاند. عاقبت دریافت و او را بدید، گفت مژده ده که دستوری رسید. هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی. به به، بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی قشنگ بود. سلام. مثنوی معنوی، داستان موسی و شبان مشهوره در مثنوی و معنوی، که بله همونجور که شما مشاهده کردید که خیلی دقیق و مستنده، که وحیی که بر موسی میشد که ارتباط موسی، ارتباط بنده ما را از ما جدا نکن، و آنجور که تمایل دارن همان گونه بذار با من سخن بگویند. بسیار عالی. سلامت باشید. بسیار عالی آقای میسراجی، بسیار خوب بود، با احساسات خوندید. سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکر. از جمله شعرهایی که من خیلی دوست دارم. بله بله. زمان دبیرستان ما این شعر رو میخوندیم. واقعا هر بار که اینو میخونیم باز اون حالتش زنده میشه، و یه چیزیه که تمام بشریت این قضیه رو میتونه درک کنه. حالا من دو جمله انگلیسی راجبش بگم در خصوص برای دوستان، اینه که بفرمایید بفرمایید. When we want to worship God, so the thing which is important to the divine is our sincerity, not what rituals we are doing, what we are saying. The divine look at our hearts. What is the feeling in our hearts? So it means the sincerity is the most important thing in the eyes of God when we worship the divine. Yes. Totally asked. Thank you so much. بله آقای نیکل بفرمایید. Yes آقای نیکل. من گفتم این شعر که آقای میسرانجی خوندن بسیار عالی است، که sincerity مهمتر است. بله. بله بله بله. بسیار مهمه، بسیار عالی، بسیار عالی. بله آقای آشوری، در حسن خطاب سخنی چیزی دارید بفرمایید دیگه. پس دوستان بسیار من سپاسگزار و متشکرم که در این محفل ادبی همه دوستان شرکت کردند، که بیانگر عشق و علاقه و محبت همه دوستان به زبان و ادب فارسی است، که زبانی است شیرین و گوارا، که همش در همه ابیاتی که از شعرا و بزرگان خطه ادب فارسی داریم، همه اونها نشانگر عشق و محبت است. ای که میپرسی نشان عشق چیست، عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. همه اینها بیانگر مهر و محبت همه دوستان عزیز است، که با عشق و علاقه خودشون آمدند و در این محفل ادبی شرکت کردند. و من به جانب خودم از همه دوستان تشکر میکنم. امیدوارم که همچنان بتوانیم این محافل ادبی را با همه دوستان برگزار کنیم، و آن
نفیری که آقای دکتر خواندن بحث خانم خواندن بحث نی و نیستان، همین گفتن این اشعار همان ناله نی است که از نفیرم مرد و زن نالیدند. همه دوستان بتوانند با اون بیان شیرین خودشون از نفیر و از نی وجودشان بتوانند این مباحث ادب فارسی را با یکدیگر به اشتراک بذاریم و استفاده کنیم و لذت ببریم. بسیار ممنون و متشکرم. امیدوارم که همیشه خوش و خرم و شادکام باشیم. همچنین آقای آشوری خیلی ممنون. آقای دکتر، من هم در پایان این محفل ادبی دو بیت رو تقدیم به همه میکنم و پس از آن همه رو به خدای بزرگ میسپارم. مرا دیوانه و شیدا تو کردی، مرا دیوانه و شیدا تو کردی، مرا سرگشته و رسوا تو کردی. نمیدانم دلم داره کجا جای، همی دانم که در دل جا تو کردی. به به، بسیار عالی. انشالله که یعنی مشکلی آسان کنی، دردی از درماندهی درمان کنی، در میان این همه قوقا و شر عشق یعنی کاهش رنج بشر، عشق یعنی گل به جای خار باش، پل به جای این همه دیوار باش، عشق یعنی تشنه‌ای خود نیز اگر واگذاری آب را بر تشنه تر، عشق یعنی دشت گلکاری شده در کویری چشمه‌ای جاری شده، عشق یعنی ترش را شیرین کنی، عشق یعنی نیش را نوشین کنی. هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود. یعنی اگر که این ویروس کرونا میخواست محفل ادبی ما رو به هم بزنه نتونست، ما همچنان محفل ادبیمون رو داریم. بله، خب به هر حال خیلی ممنون آقای آشوری، دکتر آشوری خیلی ممنون، متشکر از خانم مهناز، از دکتر اساتید محترم آقای میرسراجی، آقای یاسودین، فرد فرد آقای منظور حسن، بقیه عزیزان اطرت زهرا، خیلی از اساتید و بزرگانی که سرور من هستند تشکر قدردانی میکنم. امیدوارم که در محافل ادبی بعدی همه شماها رو ما داشته باشیم و شما رو ببینیم انشاءالله. حتما. خیلی ممنون و متشکرم. خسته نباشید آقای آشوری، آقای علی، خدا نگهدار، شب بخیر. شب شما هم بخیر. امیدوارم که خسته نباشید. خواهش می‌کنم. ممنونم از لطف شما. خدا نگهدار. خداحافظ. من همیشه خواهش میکنم. خداحافظ. بخیر. خیلی عالی بود، بی صبرانه منتظریم انشالله که هرچه زودتر محفل بعدی رو خدمت دوستان باشیم. خیلی ممنون. سلامت باشید. خدا نگهدار. خیلی خوب، در آخر من همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که هر جا که هستید موفق و معید و پیروز باشید. خدا حافظ. شب شما بخیر. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. Member of the Prime Minister.